سرخط خبرها. مقدم بازیکن پرسپولیس هست اونجا، عبدی رو دستش رفت اونجا و تو بگه توی دروازه قرار میگیره. گل برای تیم پرسپولیس. چه کسی. پایانی تلخ برای سرخپوشان ایرانی در دومین فینال لیگ قهرمانان آسیا. پرسپولیس 2-1 به استان کره جنوبی باخت. مصاحبه بی بی سی فارسی با وزیر خارجه کانادا درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین. شامپنی میگوید اگر اتاوا از روند تحقیقات راضی نباشد، ایران را به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌کشاند. ادامه واکنش‌ها به ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک. با وجود وعده مسئولان، هنوز مصدومان درمان نشدند. و آغاز 3 روز عزای عمومی در ارمنستان برای بزرگداشت جان باختگان جنگ قره‌باغ. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. فینال لیگ قهرمانان آسیا در دوحه قطر بین تیم‌های پرسپولیس تهران و اولسان هیوندای کره جنوبی با نتیجه 2-1 به سود تیم کره‌ای به پایان رسید. پرسپولیس در این مسابقه اول جلو افتاد ولی بعد 2 ضربه پنالتی برای تیم کره‌ای نتیجه را عوض کرد. حالا بیشتر از 27 سال است که تیم‌های ایرانی در آسیا دستشان از قهرمانی کوتاه مانده است. گزارش فارسی عادل فردوسی پور از کانال اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا هم با استقبال شدید ایرانی ها روبرو شده است. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین با ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. چطور دیدید آقای یونسی پور این بازی رو؟ ببینیم یه سعی بکنیم در ابتدا اما اگرها رو کلن بذاریم کنار، یعنی اگه بخوایم بگیم اگر احسان پهلوان بود، وحید امیری بود، عیسی آل کثیر بود، اگر مثلا پرسپولیس این اتفاق نمی افتاد، بخوایم به اینا اتکا بکنیم که بتونیم خیلی به گذشته برگردیم، بگیم اگر هنوز پرسپولیس مثلا خانواده مرحوم عبدو ادارش میکردن، شاید میتونستش تا حالا دوتا قهرمانی آسیا هم بیاره. پس اینا رو اگر کنار بذاریم، جریان بازی نشون میده که در حقیقت پرسپولیس برای لحظه لحظه بازی برنامه داشت و خیلی هم خوب موفق شد هم یه جاهایی توپو بده زمین رو بگیره و برعکس پیش افتاد. 2 پنالتی میده که این 2 پنالتی نشون میده که از ید در حقیقت کادر فنی خارج بود. لحظات احساسی، رفتارهای احساسی، زمانی که تیم پیش میاد در آخرین ثانیه‌ها وقتی که میخوان فقط توپو دفع بکنن یا آغاز نیمه دوم زمانی که باز هم میخوان دروازه‌شون باز نشه، پرسپولیس میتونست این چیزی کمتر از اولسان نداشت با همه نواقصش، ولی خب باز هم مانند گذشته دستش از جام کوتاه. ایرانی ها با حمایت خودشون از گزارشگری عادل فردوسی پور همین موضوع رو به یک خبر مهم تبدیل کردن در کنار خود بازی. بله، اتفاق خیلی ویژه‌ای که افتاد. این بازی به نظر من یک برنده ایرانی ویژه داشت، اونم عادل فردوسی پور بود. اون جمله‌ای که در ابتدای گزارشش میگه واقعا هر ایرانی یا هر اصلا انسانی رو در حقیقت احساساتشو برمی‌انگیزه که بغض کرده و میگه که به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، چقدر دلم براتون تنگ شده بود، خیلی تلاش کردم که احساساتی نشم ولی شدم و لحظاتی نمیتونه دیگه صحبت بکنه. 890 هزار بیننده در یک لحظاتی داشته، پربیننده ترین لایو فارسی میشه، 5 لایو پربیننده تاریخ اینستاگرام میشه، یک پیروزی بزرگ هم برای عادل هم برای کنفدراسیون فوتبال آسیا رقم میخوره و فکر میکنم این بازی ارزش اینو داشت که واقعا بهش فکر بکنیم که آدمی که از مدار خارج شده بود دوباره به یک مدار دیگه برگشت. الان چه اتفاقی میفته برای تیم پرسپولیس؟ بعد برگرده، بازی عقب افتاده زیادی داره، بازی با زوباهنش رو انجام بده، نساجی رو انجام بده، باشگاه استقلال مصره که تا قبل از دربی پرسپولیس بعد همه بازیاشو به صورت فشرده انجام بده، راه سختی رو در پیش داره تا بتونه در لیگ جایگاه خودش رو حفظ بکنه، ولی خب پاداش‌های بسیار زیادی دریافت خواهد کرد، بیش از 2 میلیون دلار البته اگر به دستش برسه. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین، متشکرم از شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم.
بی بی سی دریافت حکم دست کم دو نفر از چند زندانی بلوچ که در پرونده های سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده بودند امروز در زندان زاهدان اجرا شده. مصطفی نیلی وکیل چهار نفر از این محکومان پیشتر گفته بود حداقل 10 نفر در زندان زاهدان برای عضویت در گروه هایی که گفته می شود مخالف جمهوری اسلامی هستند در انتظار اجرایی حکم اعدام هستند. مقام‌های محلی در ولایت پروان در شمال کابل می‌گویند صبح امروز 5 راکت به فرودگاه بگرام، مهمترین و بزرگترین پایگاه نیروهای هوایی در نیروهای آمریکایی در افغانستان شلیک شده. از تلفات و خسارات احتمالی این حمله هنوز اطلاعی در دست نیست و نیروهای آمریکایی تا این لحظه در این باره واکنشی نشان ندادند. پیش از این هم فرودگاه بگرام بارها هدف حمله موشکی و زمینی نیروهای شورشی مخالف دولت قرار گرفته بود. رئیس جمهوری ایران گفته در حال حاضر هیچ شهری در این کشور از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز نیست. این در حالی است که با نزدیک شدن به شب یلدا مسئولان شرایط را در تهران و چند شهر دیگر شکننده و ناپایدار توصیف کردند. همچنین در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار وزارت بهداشت 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. کارشناسان مستقل و چند مقام بهداشتی اما گفتند آمار واقعی قربانیان 2.5 تا 3 برابر آمار رسمی است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان پارسال از محکومیت و ممنوع الخروجی برادرش خبر داد. آقای بختیاری در اینستاگرام نوشته مهرداد بختیاری پس از 47 روز بازداشت و به 5 سال زندان تعلیقی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. پویا بختیاری که 27 ساله بود در اعتراض‌های مهرشهر کرج با شلیک گلوله جان باخت و به یکی از نمادهای اعتراض‌های آبان تبدیل شد. وزیر خارجه کانادا در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی فارسی گفته اگر این کشور از روند تحقیقات و مجازات عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراین راضی نباشد ایران را به دیوان بین المللی دادگستری خواهد کشاند. سال گذشته هواپیمای مسافربری اوکراین دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران هدف 2 موشک بدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. 10 نفر از مسافران آن پرواز ایرانی کانادایی بودند. جیار گل در مصاحبه با فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا درباره روند تحقیقات در این پرونده گفتگو کرد. ساعتی پس از سقوط هواپیما مقامات ایرانی میگفتند که نقص فنی باعث سقوط هواپیما شده، اما یک روز بعد شما گفتید که بر اثر اصابت 2 موشک این هواپیما سقوط کرده. شما از کجا میدونستید که این عامل سقوط هواپیما بوده؟ میدونید در اون روز شوکه کننده اطلاعاتی دریافت کردیم که دلیل واقعی سقوط هواپیما رو نشون میداد که موشک‌هایی به یک هواپیمای غیر نظامی شلیک شده. تا اون موقع وزیر خارجه کانادا و همتای ایرانی برای سالها دیداری نداشتند. با جواد ظریف در عمان دیدار کردم. بهش گفتم قبول مسئولیت ساقط کردن هواپیما مسئولیت بزرگی به دنبال داره، از جمله در زمینه شفافیت، مسئولیت پذیری و جبران خسارت برای خانواده قربانیان. مقامات ایرانی دولت کانادا رو متهم میکنن که داستان سقوط هواپیما رو سیاسی میکنه. آیا این واقعیت داره؟ خب فکر نمی کنم پرسیدن سوالهای سخت سیاسی باشه. ما پرسش هایی برای یافتن حقیقت، تحقق عدالت و حساب پس دادن برای خانواده های قربانیان داریم. وظیفه من منعکس کردن صدای اونهاست. شما گفتید با وزیر خارجه ایران صحبت کردید و ایشون قول داد که باهاتون همکاری کنه. آیا میتونید بگید امروز که ایران با شفافیت با شما همکاری کرده؟ انتظار می‌رفت ایران اطلاعات جعبه سیاه هواپیما رو بدون تأخیر استخراج کنه. دولت کانادا و خانواده قربانیان نگران بودند که چرا این همه وقت صرف شد. قرار ایران نتیجه تحقیقاتش رو تا 8 ژانویه منتشر کنه یا دست کم نتیجه اولیه تحقیقات رو اعلام کنه که چه پیشرفتی در این زمینه داشتند. اما همونطور که گفتم ایران رو نه بر اساس گفته‌هاش بلکه بر اساس اعمالش قضاوت خواهیم کرد. بعضی از خانواده قربانیان میگن کانادا میبایستی ایران رو به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه.
آیا کانادا این حق قانونی رو داره؟ خب 138 نفر از قربانیان به نحوی با کانادا در ارتباط بودن. قطعا ما احساس میکنیم حق داریم این موضوع رو تا آخر دنبال کنیم تا حسابرسی بشه و عدالت اجرا بشه. قطعا روندی برای تحقق این مسئله وجود داره. حالا مذاکرات درباره جبران خسارت بین دو کشور در جریانه. اگه از نتیجه راضی نباشیم قطعا پرونده رو به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ارجاع میدیم. اگه باز هم راضی نبودیم بر اساس توافقنامه‌ها و قوانین مربوطه میتونیم به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کنیم. در این برهه همه گزینه‌ها پیش روی ماست. ما تا پاسخی رضایت بخش به تمام خواسته‌ها و سوالات خانواده قربانیان داده نشه از پای نخواهیم نشست. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا رالف گودل در یک گزارش درباره این حادثه گفته ایران نمیشه بهش اعتماد کرد و هیچ ارزشی برای زندگی انسان‌های بیگناه قائل نمیشن. ایشون چرا به این نتیجه رسیده؟ فکر میکنم مشاور ویژه نخست وزیر بر اساس مدارک و اسناد جنبه‌های مختلف رو در نظر گرفته. برای ما خانواده قربانیان و باید برای جامعه جهانی هم مهم باشه که چطور حریم هوایی در اون شرایط باز گذاشته شد؟ چرا فرودگاه بسته نشد؟ چطور ممکنه در سال 2020 همچین اتفاقی رخ بده؟ باید این سوال‌های مشکل رو از خودمون بپرسیم که در اون شرایط چطور یک هواپیمای غیر نظامی با موشک‌های شلیک شده ساقط میشه. سوال‌های بزرگی مطرحه. باید همه چیز رو مرور کنیم تا بفهمیم نقص کجا بوده، چه باید کرد تا چنین حوادثی تکرار نشه و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی چه اقدامی بکنه تا این گونه حوادث هیچ وقت دوباره اتفاق نیفته. آیا میتونید به ماموران تحقیق ایران اعتماد کنید؟ I have my doubts, but I will let obviously the process. من تردیدهای خودم رو دارم. ما در مراحل اولیه تحقیقات هستیم و باید اجازه داد روند عادی طی بشه. ما کارشناسانی داریم که اطلاعات جعبه سیاه و گزارش تحقیقات مختلف رو مطالعه خواهند کرد. به کارشناسان اجازه میدیم کارشون رو انجام بدن و منتظر نتیجه و نظر کارشناسیشون میمونیم. دوباره تکرار میکنم. ما ایران رو بر اساس اعمالش قضاوت میکنیم، نه گفته‌هاش. مصاحبه ژیار گل بود با فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. تیم فوتبال پرسپولیس ایران در دومین حضور خود در فینال لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 2-1 از اولسان هیوندای کره جنوبی شکست خورد. وزیر امور خارجه کانادا در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی فارسی گفت اگر این کشور از روند تحقیقات در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین راضی نباشد ایران را به دیوان بین المللی دادگستری می‌کشاند. در ادامه این برنامه تحقیقات جدید درباره ارتباط کانگروها با انسان. در ایران یک هفته از ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک می‌گذرد. بعضی از آنها بر اثر استفاده از شوکر یا ضربه باتوم آسیب‌های جدی دیدند، اما با وجود وعده‌های مسئولان زندان هنوز برای درمان آنها اقدامی صورت نگرفته. ضرب و شتم زندانیان با واکنش فعالان حقوق بشر و خانواده زندانیان سیاسی مواجه شده. فرین آسمی گزارش می‌دهد. همه چیز از بند 8 زندان زنان قرچک ورامین شروع شد، جایی که بیشتر زنان زندانی با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در آن نگهداری می‌شوند. ماموران زندان برای انتقال گلرخ ایرایی، فعال مدنی، به بند 2 الف بازداشتگاه سپاه در زندان اوین، به بند 8 زندان قرچک رفتند. این کار با مخالفت همبندی‌های خانم ایرایی مواجه شد. حدود 20 مامور با شوکر برقی و باتوم به زندانیان حمله کردند. بسیاری از این زندانیان در این حمله آسیب دیدند، اما برای درمان به بیمارستان و پزشکی قانونی برده نشدند. تنها کاری که کردن گفته بودن که روز شنبه یا یک شنبه باید صبر کنید که تعطیلات تموم بشه و پزشک متخصص یا پزشک بهداری حاضر بشه که اونجا معاینه بشن ببینن که چی بوده، ولی خب تا کنون من اطلاعی که من پیدا کردم هنوز انجام ندادن این قضیه رو و برداشت من اینه که شاید بخوام به تأخیر بندازن، بلکه آثار ضرب و شتم از بین بره، چون که بچه‌ها حتی در کنار عدم رسیدگی پزشکی که صورت نگرفته بود و خواستار اعزام بیمارستان بودن به معاونت قضایی زندان هم شکایت کرده بودن. خبر ضرب و شتم زندانیان زن در قرچک ورامین با واکنش‌های زیادی هم روبرو بود، از جمله کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که بیش از 2 سال در ایران زندانی بوده.
ماموران مسلح به بند سابق من در قرچک با خشونت حمله کردند. اونها گروخ ایرایی، شاعر و زندانی سیاسی رو گرفتن و برخلاف میلش به بند 2 الف سپاه در زندان اوین منتقل کردند. گفته میشه بقیه زندانیان ضرب و شتم شدند. این هم توییت خواهر سبا کردافشاری از زندانیان زندان قرچک ورامین. زنانی که در زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار دادید عزیزان ما هستند، مادر و خواهر ما هستند، فرزندان ما هستند. با باتوم و شکر به زنانی حمله ور شدید که دست خالی بودند. از چی می ترسید؟ از زنان آزاده اسیر در بند؟ حتی اگر جسمشان هم زخمی و اسیر کنید صدایشان رساتر می شود. این تصویر سغرا خدادادی است. اولین مدیر زن زندان قرچک ورامین. او حدود 10 روز پیش به این سمت منصوب شد. خیلی هم سریع به فکر تغییر وضعیت زندان زنان افتاد. خطاب به زندان سیاسی گفته بودن که اینجا من سفارش چادر دادم، اجباراً باید کل زندانیان با هر اتهامی چادر بپوشن و باید پوشش یک دست بشه، یا بعد از اون قضیه خب توی خود ضرب و شتم زندانیان سیاسی توی بند 8 پیش از ضرب و شتم و بعد از ضرب و شتم ایشون اونجا حضور داشتن، با خود گارد اومدن داخل بند. طی روزهای اخیر حالا ایشون با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای دیگه پیکر یکی از کشته شدگان جنگ رو برده بودن توی سالن اصلی زندان چرخونده بودن و گفته بودن که حتی این جمله رو خطاب به زندانیان گفتن که پیکر این شهید گمنام رو ما آوردیم که شما با اون طواف داده بشید بلکه گناهانتون پاک بشه. خب این اقدام رو زندانیان سیاسی جور فشار عقیدتی میدونن، همون جوری که اجبار به پوشیدن چادر رو هم یه فشار عقیدتی میدونن. زندان قرچک در جنوب تهران واقع شده و بیش از 1200 زندانی در آن نگهداری میشوند. فعالان حقوق بشر میگویند این زندان فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان است و شیوع کرونا این وضعیت را دشوارتر هم کرده. کیفیت بد غذا و آب آشامیدنی، نبود میوه و غذاهای حاوی پروتئین، نبود امکانات بهداشتی به ویژه مواد ضد عفونی کننده و شوینده و جدا نبودن بیماران از دیگر زندانیان از مواردی است که زندانیان فعلی و سابق زندان قرچک درباره آن صحبت می‌کنند. زندانی که بعضی زندانیان آن را ته دنیا می‌نامند. فرین عاصمی، بی بی سی. از مهدی گلرو فعال حقوق بشر در سوئد در مورد دلایل افزایش این خشونت‌ها در مورد زندانیان پرسیدم. از تاریخ 19 آذر خانم خدادادی رئیس جدید زندان قرچک شدند و در واقع 23 آذر که گلرخ ایرایی رو می‌خواستن ببرن بند 2 الف در میانه حکمش که این خودش غیر قانونی هستش دوباره به بند امنیتی منتقلش کردن و ضرب و شتم و در واقع برخوردی که بین نیروهای گارد و زندانی‌ها شروع میشه بعدش ادامه پیدا میکنه و تشدید میشه. به نظر میرسه که خانم خدادادی اساساً با دستور و کارویژه مشخص برای سرکوب هرچه بیشتر زندانی‌ها به قرچک روانه شده و ایشون به این دلیل رئیس زندان شده که دیدن که خب به هر حال نیاز هستش که سرکوب بیشتری بشن زنها. معمولا فعالین سیاسی رو که به قرچک میبرن با این هدف میبرن که تشدید فشارها باشه و خب با توجه به عکس العملی که نسبت به اتفاقات 98 یا بعد از اون زندانی های زن در زندان داشتن، به نظر میاد که جدا کردن اینها قسمتی رو در زندان اوین نگه داشتن، بعضی رو به زندان قرچک منتقل کردن و جدا کردن اونها میتونه در واقع باعث بشه اونها به سکوت وادار بشن. اما میبینیم که در تمام این مدت هر اتفاقی که در جامعه افتاده، اعدام هایی که صورت گرفته، سرکوب هایی که صورت گرفته، زندانی ها به ویژه زنان زندانی عکس العمل نشون دادن. حتی بعد از آبان 98 و بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی و در واقع موشکی که به هواپیمای اوکراینی زدن، زنان زندانی سیاسی تحسنی رو در زندان شکل دادن، بیانیه هایی رو از زندان به بیرون فرستادن و خب به هر حال طبیعتاً جمهوری اسلامی مثل همیشه تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت بیشتر اونها رو به سکوت وا بداره، به خاطر اینکه اگر اونها ساکت بشن
این انرژی و این انگیزه‌ای که میتونن به فعالین زن و به همه کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن داده بشه، این صدا قطع میشه و ساکت کردن اونها میتونه از چند جهت به نفع جمهوری اسلامی باشه و در واقع انگار که قراره که زنهایی که امروز در زندان هستن درس عبرتی باشن برای همه زنهایی که در طی دو سه سال اخیر میبینید که در تجمعات و اعتراضهای مختلف نقش پررنگی دارن، در آبان 98 دی 96 و اعتراضات به موشکی که به هواپیمای اوکراینی زده شد، همه اینها شما صدای شعارهای زنان رو به وضوح میشنیدید و حضور اونها بسیار پررنگ بود. با توجه به این صحبت‌هایی که شما کردید، باید انتظار فشارهای بیشتر علیه زندانی، مخصوصا زندانیان زن سیاسی عقیدتی باید داشته باشیم فکر می‌کنید؟ متاسفانه فکر میکنم که بله، هر چقدر به اونها صداشون بلندتر میشه، نامه هایی که به بیرون میفرستن و عکس العمل هایی که نسبت به اتفاقات جامعه دارن، خب طبیعتا این سرکوب رو افزایش میدن و اومدن خدادادی هم افزایش این سرکوب هستش، تبعید هایی که پشت هم میشه، انتقال از زندانی به زندان دیگه، اینها همه خودش فشارهای مضاعف بر زندانی هستش که به لحاظ روحی و روانی اونها رو تحت فشار قرار بده، قطع شدن تلفن، قطع شدن ملاقات، جابجا شدن از بندی به بند دیگر و از زندانی به زندان دیگر، اینها همه میتونه فشارهای مضاعفی باشه با هدف ساکت کردن اعتراضاتی که داخل زندان وجود داره. گفتگویی بود با مهدی گلو، فعال حقوق بشر در سوئد. در ارمنستان از امروز 3 روز عزای عمومی برای یادبود کشته شدگان جنگ قره‌باغ شروع شده. نخست وزیر نیکول پاشینیان که قرار است در مراسمی در محل یادبود این قربانیان شرکت کند، گفته مردم کشورش یک کابوس را پشت سر می‌گذارند. اشاره او به شکست ارمنستان در جنگ با جمهوری آذربایجان است که بیش از یک ماه پیش با وساطت روسیه خاتمه پیدا کرد، جنگی که در آن هزاران ارمنی کشته شدند و ارمنستان بخشی از قره‌باغ و مناطق اطراف آن را از دست داد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. ارمنستان یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخش را پشت سر می‌گذارد. یک کابوس به گفته نخست وزیر نیکول پاشینیان، اینجا در صفحه اول عزاداران در ایروان امروز، در راهپیمایی به سمت قبرستان نظامیان در بیرون شهر، در شروع 3 روز عزای عمومی برای قربانیان جنگ اخیر، جنگی نابرابر و فاجعه بار. ارمنستان در این جنگ کنترل بخشی از منطقه ناگورنو-قره‌باغ و مناطق اطراف آن را از دست داد با تقریبا 3000 قربانی. قبل از این مراسم آقای پاشینیان در پیامی گفت 3 ماه گذشته سخت‌ترین روزها برای مردم ارمنستان بوده که به گفته او حالا با کابوسی روبرو هستند که در آن همه امیدهایشان را از دست دادند و همه خوشبینی‌هایشان را. خیلی‌ها خواهان استعفای او هستند. او در پیامش گفت مسئولیت این شکست را میپذیرد، اگرچه این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسانی بر آنها حکومت میکنند. در روزهای آخر جنگ خیلی ها مجبور شدند قبل از فرار خانه هایشان را آتش بزنند تا به دست دشمن نیفتند. در بعضی از مناطق مردم کل دهکده هایشان را به آتش کشیدند. در این جنگ خونین که در آن پهپادهای دقیق آذربایجان از بالا حدود 250 تانک ارمنستان را یکی بعد از دیگری نابود کرد، مهمترین این پهپادها پهپادهای ساخت ترکیه که راهی به جز فرار برای خیلی ها در خط مقدم نگذاشت. دیشب بخش دیگری از مردم ایروان به طرف قبرستان راه پیمایی کردند، مخالفان آقای پاشینیان. در حالی که از بلندگوها نام تک تک قربانیان پخش می شود. اینجا کمتر کسی است که این جنگ را که با وساطت روسیه تمام شد پایان ماجرا بداند. کسانی که ناگورنو-قره‌باغ یا آرتساخ را خطه ارمنی ها می دانند. من اومدم به این راهپیمایی برای سربازهایی که جون خودشون رو از دست دادن. این شرایط امروز خیلی دور از انصافه. خاک ما پر شده از خون، ولی هیچ کس نباید فکر کنه که میتونه ارمنستان ما رو تسخیر کنه. نمیدونم با چه کلماتی احساس خودم رو بیان کنم. یک عده دزد آتش‌بس رو امضا کردن و شکست مردم ما رو قبول کردن. سربازا و افسرای ما شکست نخوردن. این سیاستمدارهای ما هستن که شکست خوردن. سیاستمداران ارمنستان حالا باید ببینند چگونه می توانند بر این زخم ملی مرهم بگذارند.
در 40 روز آتش بس روشن است که جنگ 6 هفته‌ای حالا دشمنی ها را بین ارمنستان و آذربایجان عمیق تر کرده است. کسرانجی بی بی سی. در برنامه های کودکان حیواناتی که حرف می زنند زیادن، از دلفین گرفته تا سگ و کانگورو. حالا دانشمندان دریافتند که در زندگی واقعی هم کانگوروها میتونن با انسانها ارتباط برقرار کنن و حتی وقتی نیاز دارن از اونها کمک بخوان. دو محققی که این پژوهش رو انجام دادن میگن این تصور که فقط حیوانات اهلی چنین رفتاری دارند رو به چالش کشیدن. فکر کنم خودم هم از خوشحالی بالا پایین میپریدم و میخندیدم. یه جورایی از اینکه آزمایش جواب داده شوکه شده بودم. دانشمندان دریافتند که کانگوروها می توانند با انسان ارتباط برقرار کنند. گرفتن کمک هزینه تحقیقاتی و رفتن به استرالیا برای انجام این آزمایش عجیب اما ساده روی کانگوروها ریسک داشت، اما انجامش به فکر هیچ کس نرسیده بود. هدف پژوهش این بود که بفهمند آیا کانگوروها می توانند با انسان رابطه برقرار کنند. ما 16 کانگورو انتخاب کردیم که به حضور انسان دور و برشون عادت داشتن، چون در پارک‌های حیات وحش زندگی می‌کردند. در این آزمایش 6 بار یک تکه میوه رو داخل یک جعبه می‌ذاریم روی زمین در دسترس کانگورو. اما نکته کلیدی اینه که دفعه هفتم جعبه بسته است. بیشتر کانگوروها با پوزه و پنجه‌هاشون باهاش ور میرن تا به غذا برسن و خیلی زود متوجه میشن که جعبه بسته است. و اینجا بود که شروع کردن به نگاه کردن به فرد آزمونگر و بعد به غذا. بعد هم با نزدیک شدن به آزمونگر یه جورایی درخواست کمک داشتن. حتی در بعضی موارد اون شخص رو بویا لمس میکردن. اولین کانگورویی که روش آزمایش کردیم جواب داد. برای همین شوکه شده بودم. خوب یادمه، خارق‌العاده بود. مطمئنم که در عین تعجب به پهنای صورتم لبخند میزدم. نتایج این تحقیق این تصور را رد می کند که فقط حیوانات اهلی سعی می کنند در مواجهه با مشکل درخواست کمک کنند. درک توانایی های شناختی کانگوروها می تواند به مراقبت بهتر از آنها کمک کند. امیدوارم این پژوهش علاقه به تحقیق درباره کانگوروها و در کل حیوانات کیسه دار رو بیشتر کنه، چون اغلب اینطور تصور میشه که حیوانات تقریبا خنگی هستن و امیدوارم با این مطالعه بتونیم نشون بدیم که در واقع توانایی های شناختی جالبی دارن. و باز هم از دنیای حیوانات پایان خوش برای دو اورانگوتان که از اندونزی به تایلند قاچاق شده بودند. این دو اورانگوتان 4 ساله به نام‌های اونگ و ناتالی 3 سال پیش روبوده و از طریق مالزی به تایلند قاچاق شده بودند تا برای جذب جهانگردان استفاده بشن، اما پلیس اونها رو کشف کرد و حالا بالاخره به اندونزی برگشتن. این دو بعد از یک دوره آماده سازی دوباره در حیات وحش در زادگاهشون جزیره سوماترا رها خواهند شد. اورانگوتان ها از گونه های به شدت در خطر انقراض هستند، اما قاچاقچیان اونها رو برای فروش به عنوان حیوان خانگی اسیر می کنند. به هر حال این دوتا اونگ و ناتالی پایان خوشی داشتند. برسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی بود.